خب بینندگان گرامی، امروز برنامه‌مون درباره نگاه ایرانی شعرای ایرانی در درازای تاریخ پس از اسلام تا دوران کنونی که دیدیم، درباره سهراب سپهری گفتگو کردیم و نگاه ناب ایرانی که داره و اینکه تأثیر اشعار چنین شاعرانی چقدر بر جامعه ایرانی، نه اکنون که تا همه درازای تاریخ میتونه باشه، و چقدر میتونه نگاه و جهانبینی ایرانی رو در خودشون نشون بده و منعکس بکنه. خانم دکتر صادقی در نیمه نخست درباره کتاب ها و اشعار سهراب کمی برامون گفتگو کردن. دوست داریم که در این نیمه، اگر که خودشون هم مایل باشن، درباره نگاه جهانبینی و نگاه عرفانی سهراب هم کمی برامون گفتگو بکنن. خواهش میکنم خانم. بله، ببینید، عرفان و نگرش عرفانی به طور کلی نه تنها در تمام اجزا و عناصر باور فرهنگی ما جا داره، بلکه حتی در روانشناسی ملت ایران هم از دیرباز نفوذی پایدار داشته و نقشی پررنگ و مؤثر داشته. بگذاریم از اینکه مردم امروز فرق عرفان رو با تصوف نمیدونن، فرق عرفان رو با خرافات نمیدونن، فرق عرفان رو با دین و مذهب نمیدونن، این بحث رو بذاریم کنار، ولی در کل اون نگاه والا و انسانساز عرفانی همیشه از دیرباز با ما بوده. در وادی عرفان ما با دو جنبه خیلی عمده روبرو هستیم، یکی عرفان فردیه، یکی عرفان اجتماعی هستش. که در مورد عرفان فردی، کسایی که سهراب رو از نزدیک میشناسن میگن خیلی آدم والایی بوده، هیچ وقت با سر کسی حرف نمیزده، و از عناصر مهم عرفان فردی که یکی سکوت باشه بسیار بسیار در سهراب سپهری پررنگ بوده. یعنی همه جا گفتن که سهراب اصلا صحبت نمیکرده، و نمیدونم شما با این انجمنهای ادبی آشنایی دارین یا نه، که اونجا چقدر دوستانی که جمع میشن به هر حال فقط میخوان خودی نشون بدن و دیگران رو به هر حال تحقیر میکنن و اینا. سهراب اصلا اینگونه نبوده، و حتی در جلساتی که بین خود این شعرهای معاصر سهراب و اخوان و شاملو و فرو برگزار میشده، تنها کسی که اصلا صحبت نمیکرده سهراب بوده، و وقتی بهش میگفتن که پس مثلا راجب شعرت صحبت کن، برای اینکه اصلا حرف نزنه، میگفته من اصلا شاعر نیستم، من اصلا نقاشم، که ما این داستان رو در کتاب گفتگوی شاعران میتونیم دنبال بکنیم. مثلا هوشنگ حسامی که دوستای صمیمی سهراب میگه من اصلا نشنیدم که یک بار از کسی بد بگه یا کسی رو نقد بکنه یا به باد استهزا بگیره. اینا خصوصیات فردی سهراب هستن که در کنار، حال واژه عربیش میشه کسی رو سفر بودن، یعنی بسیار سهراب سفر میکرده، خیلی کشورهای جهان رو دیده و رفته با فرهنگشون آشنا باشه، و طبیعت دوستیش، حیوان دوستیش، مهربانیش، سادگیش، آرامشش، اینا همه اینا رو در کنار هم میتونیم بگیم که عرفان فردی سهراب سپهری رو میسازه. مسئله بعدی، نکته مهم دیگه، عرفان اجتماعی هستش که در عرفان ایرانی بسیار به اون اهمیت داده شده. یعنی ابو سعید ابوالخیر میگه که باید بزرگترین عبادت اینه که در خدمت مردم باشی، با مردم باشی، در میان خلق بری، باهاشون ازدواج کنی، بچه داشته باشی، بری بیای معاشرت بکنی، ولی آنی از یاد خدا غافل نباشی. یا مولانا میگه یقین شد که جماعت رحمت آمد، جماعت را به جان من چاکر هستم. یعنی در خدمت جمع بودن، برخلاف چیزی که تصوف اسلامی میگه که در کنار باش، گوشه‌گیری کن، انزوا به طلب، سفرهای تنهایی برو، به خودسازی درونی فقط بپرداز و این حرفا. حالاش مرس، در واقع این داره نگاه ایرانی رو نشون میده که ایرانیان باور داشتن، نگاه زرتشتی همینه،
که شما باید اهل تلاش و کوشش باشید، در میان مردم زندگی کنید، روادار باشید، آزاده باشید، شادزیست باشید، آبادگر باشید و دادگر باشید. تمام اینهایی که شما الان در این شعرهای گوناگون از شاعران گوناگون نام بردید یا ذکر کردید، همه گوشه هایی از اندیشه های ایرانی رو داره نشون میده که کاملا درسته. این نکته بسیار برگرفته از اندیشه های زرتشت هست. زرتشت میگن که روزداری حرامه در این آیین، و خب وقتی که آدم جویا میشه چرا روزداری باید حرام شه، میگه برای اینکه وقتی که شما روزه باشین نمیتونین خدمت بکنین، نمیتونین به جامعه بپردازین، نمیتونین کمک کنین، میرین درون خودتون و به گرسنگی خودتون فکر میکنید و اینا و نمیتونین مفید باشین. بنابراین روزداری حرام هستش در آیین زرتشت. برخلافش ما میبینیم که در تصوف اسلامی چگونه به روزداری اهمیت داده میشه. خب اگه بخوایم وارد بحث تفاوت عرفان تصوف بشیم که واقعا 10 جلسه به درازا میکشه، ولی اگه برگردیم به سهراب، خب شعر سهراب با وجود پرخواننده بودن و با وجود اینکه از نظر زبانی تأثیر گسترده‌ای بین مردم میکنه، اما از نظر عرفانی هم با اینکه تنها شاعر معاصر ما هستش که از این نظام فکری والا یعنی عرفان برخورداره، باز هم جایگاه چندانی در زمان خودش پیدا نمیکنه. ولی بعدها چرا؟ خب این جای سوال داره، چرا در زمان خودش حتی از نظر عرفانی هم سهراب جایگاهی پیدا نمیکنه؟ این به جهت این که شعر سپهری در سالهای شکل میگیره و به اوج خودش میرسه که بخشهای از جامعه به ویژه مخاطبان اون که جوانان بودن در تب و تاب مبارزات سیاسی و اجتماعی یا فرهنگی علیه حکومت وقت بودن، هنرمندانی بیشتر کارکرد اجتماعی پیدا می‌کردن که یا له یا علیه حکومت بودن، یا با حکومت می ساختن یا مقابله می کردن، یکی از این دو. و سهراب در این تب و تاب سوی خودش میره و کار خودش رو میکنه و به این تب و تاب های سیاسی اهمیتی نمیده، چون میدونه این تب و تاب های سیاسی دوره داره، تاریخ مصرف داره، اینها تموم میشه و اون چیزی که باقی میمونه فقط هنره و هنر باید در خدمت مردم باشه، باید بین مردم جایگاه پیدا کنه. به همین جهت هست همطور که شما خودتونم اشاره کردین، شعر سهراب و مشیری با اینکه منتقدین بسیاری داره ولی بین مردم جایگاهشون خیلی بالا هستش. یکی از نکاتی که اینجا بد نیست برای بینندگان بگیم این که در همه کشورها ما شاعرانی داریم که شعر خالص به معنی شعر می سرایند، یعنی برای هدفی شعر نمیگن. همون گونه که مثلا شما میبینید در دوران حافظ و سعدی یک سری از شعرها بودن که فقط مدح و ثناگویی میکردن، حالا یا مدح و ثنای اسلام یا مدح و ثنای سلطان یا هر چیز در اون مقطع خاص. شاعرینی هم بودن که حالا یا بنا به اهداف خاص چپ یا اسلامی یا فلان داشتن اشعار هدفمند میگفتن، ولی در جامعه ما همون گونه که در روسیه ما پوشکین رو داریم که زمان و مکان نداره و هنوز که هنوزه در امروز در روسیه شما وقتی با مردم صحبت میکنی به عنوان یک قسمت کوتی که میخوان بکنن، نقل قولی که میخوان بکنن، یکی از اشعار پوشکین رو در حرفشون به صورت عادی و روزمره استفاده میکنن. در آلمان گوته رو در این حد داشتیم، کسی که در واقع هنر رو به معنی و به صرف هنر انجام میده و شعر یا نوشته هاش وجود داره. سهراب هم همین نقش رو در ایران داره. این خیلی مهمه که ما بدونیم سهراب سپهری یا فریدون مشیری پوشکین یا گوته ایران هستن و این خیلی برای ما جالب باید باشه که ما میبینیم افراد گوناگون در مقاطع گوناگون، چه بخوان شعر عاشقانه بگن، چه بخوان شعر دلتنگی بگن، چه بخوان شعری بگن که خیلی مفاهیم لطیف و زیبای انسانی داره، همیشه دارن از این دو شاعر شعر میخونن. شما کمتر میبینید که ما بیاییم دربارش در از اشعار شاملو در سخن روزمرمون استفاده کنیم، ولی به قول شما همین صدای پای آب یا حجم سبز یا اشعار دیگه که دارن یا کوچه فریدون مشیری رو گاه و بیگاه از زبون افراد در سنین مختلف در مسائل گوناگون روزانه که استفاده میشه شعرها رو ما میشنویم ازشون و این هست راز ماندگاری اشعاری که
صرفاً برای هنر شعر و با نگاه‌های انسانی سروده میشن. کاملا درسته. حتی در ادبیات کهن هم ما میبینیم که مثلا کسی مثل خاقانی با اینکه بسیار بسیار شاعر قدرتمندی هست و با دانشی هستش، ولی شعرش چون بین مردم نفوذ پیدا نمیکنه، کم کم به وادی فراموشی سپرده میشه متاسفانه. ولی مثلا کسی مثل سعدی که برای مردم میگه یا فردوسی که برای مردم به هر حال گفته میشه، میبینیم که چه جایگاهی بعد از هزار و اندی سال پیدا میکنه. ولی به طور کلی ها راجع به عرفان صحبت شد، بگم که عرفانهای ماندگار در تاریخ ایران در مملکت ما زمانی به وجود اومدن که یا مبارزات سیاسی دیگه ازش کاری بر نمی اومده، مردم دیگه قدرتی نداشتن، نای مبارزه نداشتن، یا اینکه از شدت مبارزه دیگه جانی براشون، رمقی براشون باقی نمونده بوده و داشتن میرفتن به سمت ناامیدی و از دست دادن روحیه و اعتماد به نفس. و همجاست که ما ببینیم که بعد از پیدایش اسلام، بعد از حالا ورود اسلام به ایران، مردم برای اینکه اون سالاری و سروری خودشونو از دست داده بودن و به دنبال اون میگشتن، ما میبینیم که عرفانی به وجود میاد به اسم عرفان مکتب خراسان، که کسانی، مردانی در این مکتب زاده میشن و اینو رشدش میدن که هنوز که هنوزه به نظر من بشریت به خودش ندیده. کسانی مثل بایزید بسطامی، ابو سعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، کسایی که حتی برای همین امروز، برای همین امروز که ایران داره به سمتی میره که ما هیچ کدوم دوست نداریم و داریم وجهی در جهان پیدا میکنیم که هیچ کدوم دوست نداریم و واقعا جایگاهمون این نیست، میبینیم که اینها میتونن نجات دهنده ما و کشور ما باشن. اگر ما بتونیم اندیشه صلحی رو که در اندیشه‌های در نوشته‌های ابو سعید ابوالخیر وجود داره، اندیشه صلحی که از نوشته های بایزید بسطامی برمیاد، نوشته اصیل و بسیار شگفت انگیز ابوالحسن خرقانی که در سردر خانقاهش نوشته هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نان بیارزد. میبینید که یک جمله است ولی میتونه یک مملکتی رو تکون بده و میتونه یک شعار ملی ما باشه. به هر حال عرفان‌های ما اینجوری به وجود اومده. بعد مرحله بعد عرفان بی‌نظیری که داریم، عرفان مکتب، بعد عرفانی که سبک عراقی به وجود آورده، یعنی در اون سبک به وجود اومده، عرفان مولانا و عطار و اینها هستش که بعد از حمله مغول صورت میگیره. در مرحله اول بعد از اسلام مردم دنبال سروری سالاریشون میگن، در مرحله دوم روحیهشون رو از دست دادن، اینقدر مبارزه کردن با مغول که دیگه روحیه برشون نمونده و اینجاست که عطار میاد، اینجاست که مولانا میاد و میبینید که هر دو این مکتب تا امروز باقی موندن. خب ولی حالا ایرادی که به سهراب وارد بوده در اون موقع اینه که به هر حال در زمانی که باید مبارزه میکرده شاید نکرده، یا شاید هم کارش هم واقعا درست بوده چون میدونستن اینا تب و تاب هستش و از بین میره. حالا من میتونم نقد رضا براهنی رو که یکی از بدترین نقد هاست به سهراب بگم، که میگه که ما باید شاعر این دنیای آشفته باشیم. پشت کردن به این دنیا کار درستی نیست، متاسفانه سپهری به این دنیا پشت کرده و شعرش رو باید کفترها بخوانن، زنان باردار بخوانن وقتی دست روی شکم میکشن و حرکت بار خودشون رو دنبال میکنن. کسی باید بخونه که گرسنگی نکشیده، دروغ نشنیده، یتیم نشده، مرگ ندیده و اینجور حرفا. و احمد شاملو میگه که من ترجیح میدم شعر شیپور باشه نه لالایی، که به نظر من هر دوی این عزیزان اشتباه کردن راجع اصلا مبحث هنر، مبحث شعر و شاعر، به نظر من هر دو اشتباه کردم. خب بعدن هم تجربه، یعنی تاریخ نشون داد که چقدر اندیشه سهراب درست بود که میگفت قطاری میدیدم که بار سیاست میبرد و چه خالی میرفت. اون سیاستی که اینا دنبالش بودن که اون شورش 57 رو ایجاد کردن، بعد نشون داده شد که چند اندازه خالی و تو خالی بود و چند اندازه اندیشه ها اشتباه بود و چقدر اندیشه های چپی نشون میده مسموم، واقعا مسموم بود برای ایران و ایران رو به چه آشوب و هرج و مرج میتونست بکشونه. بله.
فعال این عرفانش برگرفته از عرفان شرق دور هم هست، ولی به نظر من فقط اون نیست، چون بعضی دوست دارم بگن که عرفان سهراب کاملا با عرفان ما بیگانه هست. اصلا هیچ عرفانی، عرفان هیچ کشوری با کشور دیگه بیگانه نیست، همشون از یک سرچشمه مایه میگیرن. ولی به نظر من ترکیبی از اندیشه زرتشت، مانی، مزدک، حتی خود اسلام، همه اینا یک آمیخته ای از همه ایناست و از همه اینا ناپاشو بیرون کشیده و تبدیل شده به عرفان سهراب سپهری که استفاده میشه و انسانساز هست، اخلاقی هست، لذت بخش هست. البته این خیلی مهمه که بدونیم که حتی اگر که عده‌ای که فکر میکنن که اندیشه ها یا عرفان سهراب سپهری عرفان شرق دوره، برای اینکه با مفهوم عرفان ایرانی آریایی آشنایی ندارن. عرفانی که ما به نام عرفان آریایی میشناسیم، ناحیه بزرگی که تمام این اقوام آریایی در زندگی میکردن، از آن طرف چین، از شرق چین تا میاد میره به قسمتی که میتونسته هم مرز یا پهلوی پهلوی روم آن زمان بوده، تمام این ناحیه اقوام آریایی زندگی کردن، از بالا از طرف قفقاز و از جنوب تا خلیج فارس. تمام این گستره وسیعی که ایرانیان و اقوام آریایی زندگی میکردن، همونجوری هم که من در برنامه‌های پیشین گفتم، ایرانیان و هندیان پیش از این که از هم جدا بشن، همه از همین اقوام آریایی بودن که از بالای سیبریا میان به سمت پایین و میان آسیای میانه و مرکزی رو در میگیرن و میان به سمت فلات ایران. اون بخشی از ایرانیان آریایی که آریاییانی که رفتن به شمال هند و ناحیه کشمیر و پنجاب امروزی، از نوادگان و به اصطلاح عموزاده های ما ایرانیان هستن، ما همتباران هم دیگه هستیم. بنابراین بسیاری از قسمت های اندیشه های ایرانی و آریاییان کلن که هندیان بعدن شدن و ایرانیان جدا شدیم ما از هم دیگه، اینا با هم ریشه های مشترک داره، اندیشه هاشون ریشه مشترک داره، زبانشون ریشه مشترک داره. سانسکریت با اوستایی بسیار بسیار به هم شبیهن، واژه ها بسیار بسیار مشابهه و حتی تمام اون باورهایی که داشتن، نگاهشون به زندگی، نگاهشون به آیین مهرپرستی که در ایران و هند وجود داشت، تمام اینا یک ریشه مشترک دارن. بنابراین بودیزم یا بودایی که در این ناحیه به دنیا میاد و شاید هزار سال پس از زرتشت به دنیا اومده، این چیزی که طبق تاریخ ازش باقی مونده، یک چیز حدود 400-500 سال پیش از میلاد مسیح بوده بودا، باز بر در همین حوزه فرهنگ آریایی به دنیا اومده، همین اندیشه های آریایی رو داشته که هندیان و ایرانیان در ریشه مشترک با هم در اونها سهیم هستن. بنابراین حتی اونهایی که میگن عرفان شرق دور رو داشته، نگاهی به عرفان شرق دور داشته سهراب، در واقع به خاطر اینکه نگاه ایرانی آریایی رو نمیشناسن و در واقع هم اونها هم اندیشه های ایرانی نابه که در اندیشه بودا بوده و در اندیشه سهراب هم ما رگه های بسیار بسیار نیرومند و قدرتمندی از اونها رو میبینیم. و خصوص در تمام این ناحیه فرهنگ آریایی که شما میبینید، مردم بسیار بسیار صلح‌طلب، آرام، زندگی دوست، شادزیست، روادار به دیگران، به اندیشه های دیگه، به محیط زیستشون، زیستبوم رو که نگه میدارن، نگهبانان چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش که هستن، تمام اینها خیلی ریشه های مدارا‌گرایانه و آرامش طلبی داره. بنابراین هیچ تعجبی نداره که ما ببینیم امروز هندیان میگن 72 ملت یا 72 باور با 72 زبان در کنار هم زندگی میکنن در صلح و صفا و آرامش، و تنها قسمتی که با بقیه هندیان سر ناسازگاری داره در واقع اون قسمتی است که مسلمانان هند هستن، که متاسفانه در پاکستان هم اون حالت رو میبینید، در افغانستان میبینید، در ایران امروز میبینید، قسمتایی که دوچار ناسازگاری و به اصطلاح ناهماهنگی با بقیه قسمت‌های این فرهنگ و آیین شده، همون قسمت‌هایی است که به اصطلاح آیین یا باور وارداتی بهشون وارد شده. و همیشه یه آیین وارداتی معمولا سر ناسازگاری داره با اگر از جنس اون باور نباشه که در اون ملت وجود داشته از پیش از ورود اون باور، در نتیجه همیشه یک ناسازگاری رو ما در اونجا میبینیم. برای همین شما میبینید که اسلام در عربستان، در شبه جزیره عربستان و کشورهایی که عرب تبار هستن، امارات مثلا امروزی، اینها باشون چون سازگاره، چون از بطن اون جامعه در اومده، برای اون کشورها آسیب ایجاد نکرده و هم
سو و سازگار باهاشون، ولی برای کشورهایی که واردات بوده بهشون، مانند اون قسمتی از مثلا اسپانیا که شما دیدید بدروندن اون آیین وارداتی رو و بیرون کردن، همیشه این ناسازگاری و جنگ باقی میمونه تا مردم به اون ریشه اصلی خودشون برسن و بازگردن. و برای همین هم هست که شما میبینید در عرفان پس از اسلام ما اندیشه های نیرومند ایرانی رو درش میبینیم که قاطی میکنن و اون وقت یه چیز درهم برهمی مثل اون تصوف ایجاد شده، یک بنمایه های اندیشه ایرانی در ستیز با اندیشه وارداتی به یک خرافات و اوهامگونه زندگی کردنی تبدیل میشه که میشه تصوف، و تازه یک اندیشه های شمنیزم وارداتی، اندیشه های ترکی مغولی وارداتی هم میاد توش، پیر پرستی، پیر رو خدا دونستن و مرید و مرادی و اون اندیشه های بزرگتر به کوچکتر حکمرانی کردن و کوچکتر بزرگتر رو پرستیدن، اینا قاطی میشه و یک ملغمه هفت‌منجوشی در میاد به نام تصوف اسلامی که میبینید چقدر ناکارآمده، چقدر ناسازنده است و چقدر انسانها رو از کار و تلاش میندازه، چقدر انسانها رو از بارور شدن، بالیدگی، بارستگی میاندازه و انسانها دچار یک آشفتگی فکری میشن که از توش خانقاها میبینید در میاد. و همین امروز این کلاسهای عرفانی خرافی رو میبینید در این گوشه اون گوشه که چه سوء استفاده های از توش در میاد، چقدر اینها میان مردم رو منیپولیت یا دستکاری میکنن، اندیشه های مردم رو خراب میکنن، اندیشه های مسموم به ذهن مردم فرو میکنن و چه اندازه سوء استفاده میکنن اینها از ملت، چه سوء استفاده های فرهنگی و اخلاقی که از ملت میشه، چه سوء استفاده های مالی و حتی جسمانی که از مردم در این به اصطلاح کلاس های عرفانی و خانقاهی و این حرفا میشه و بسیار اینها مسموم هستن. چقدر زیباست که ما قدر داشته های فرهنگی و معنویمونو بدونیم و اندیشه های ایرانی رو بشناسیم و اندیشه های ایرانی انقدر بارور و سازگار بوده با همه جهان که شما میبینید توسط اندیشه آیین مهر میره به روم و یونان و در تمام اروپا گسترش پیدا میکنه و تمام کلیساهایی که امروز بعدها بر اونها ساخته شد بر روی مهرابه ها ساخته شد و بر روی اندیشه های ایرانی ساخته شد. شما اون چیزهایی که در مراسم کلیسا میبینید، مانند شعرخوانی، مانند اون لباس هایی که میبینید، اون شراب و نانی که میخورن، همه از اندیشه های مهری میبینید در میاد و اون مهراب هایی که میبینید از رو مهرابه ها در اومد و بسیار قسمت های دیگه، تولد مسیح، سانتا کلاز، سانتا یا اون بسیار پاپا نوئلی که ساختن و بر مبنای ایزد مه بود و بسیار از مراسم تزیین درخت کریسمس بر مبنای تزیین سرو ایرانی بود. هدیه دادن، حلقه ازدواجی که میبینید، زادروز رو جشن گرفتن، همه اینها اندیشه های ایرانی است که برده شد و به جهانیان ساده شد. دست دادن با هم از اندیشه های مهری اومد، یاران غار با هم دیگه دست میدادن برای اینکه به هم بگن که ما با هم دوستیم و مهری هستیم و مهر رو بین خودمون نگه میداریم و هوادار و پشتیبان یکدیگه هستیم. بنابراین خیلی جالبه این نمونه بسیار واضحش در شعرهای معاصر سهراب سپهری و فریدون مشیری هستن و ما بعداً میتونیم با خانم دکتر مریم صادقی، چون در این باره پژوهش کردن و در این باره کتاب هم دارن درباره عرفان آریایی و ایرانی، گفتگو بکنیم و اینو یکی از جستارهایی است که من مطمئنم همه ما ایرانی‌ها نیازمندیم که با جزئیات و واضح و شفاف اینها رو یاد بگیریم. دوباره سپاسگزارم ازتون خانم دکتر صادقی، گفتگوی بسیار شیرین و جالبی رو هم داشتیم و شما و بینندگان رو تا برنامه آینده به خدا می‌سپارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید. منم سپاسگزارم از شما و بینندگانتون. سپاس. خدا نگهدار.